یادتونه که در اولین قسمت آموزشیمون من داکیومنت های مختلفی رو براتون معرفی کردم و یکی از نکات بسیار خوبی که در رابطه با پروژه های اکشن اسکریپت خدمتتون عرض کردم این بود که شما خیلی راحت میتونید پروژه خودتون رو به پروژه های دیگه تبدیل کنید. از جمله پروژه ها HTML5 کانویس هستش. ما با استفاده از اکشن اسکریپت میتونیم تعامل های خیلی زیادی با کاربران داشته باشیم و تمام اینها به خاطر کدنویسی قوی اکشن اسکریپتمون هستن که هیچ شکی در قدرت اون نداریم. حالا اگر ما بخوایم این تعامل رو درون وب داشته باشیم و کاربرها از طریق مرورگرشون بخوان پروژه های ما رو مشاهده کنن، کمی مشکل برای ما پیش میاد، چون پروژه های اکشن اسکریپت صرفا درون نرم افزار فلش پلیر اجرا میشن و اگر کاربری بخواد اونها رو مشاهده کنه قطعا باید پلاگین فلش پلیر خودش رو فعال داشته باشه که این خب مشکلات زیادی رو داره. شما زمانی که دارین وب گردی میکنین و یا اینکه از سایت های مختلف استفاده میکنین متوجه میشین که خب سایت های بزرگ دارن از HTML5 استفاده میکنن. این خیلی بهشون کمک میکنه به خاطر اینکه بدون اینکه بخوان پلاگینی رو داشته باشن میتونن پروژهشون رو ببینن. این موضوع باعث شد کم کم فلش ها از دور خارج بشن و نرم افزار انیمیت با قدرت بیشتری به جای اونها بیاد، به خاطر اینکه ما در نرم افزار انیمیت خیلی راحت میتونیم اکشن اسکریپت رو تبدیل به HTML5 و یا وب جی ال بکنیم. تنها نکته‌ای که اینجا وجود داره و اینکه قبلا هم خدمتتون عرض کردم اینه که بعضی وقتا بعضی از ابزارهایی که در اکشن اسکریپت استفاده میشه، یعنی مثلا پروژه‌تون ماهیت اصلش اگه اکشن اسکریپت باشه، فلش پلیر باشه و یا ادوبی ایرها، هر کدوم از اینا باشن فرقی نداره، ممکنه یک سری ابزارهایی داشته باشن که این ابزارها به HTML5 کانویس تبدیل نشه. حالا من نمیتونم یه لیستی رو خدمتتون عرض بکنم که مثلا چنین ابزاری یا مثلا فلان کاری نکنید در پروژتون یا هر چیز دیگه، این بستگی به خودتون داره. شما هر چقدر بیشتر با انیمیت کار کنین خودتون بهتر متوجه میشین که چه ابزارهایی وجود داره که نمیتونن به HTML5 تبدیل بشن. دلیلی هم که داره اینه که وقتی که شما دارین اکشن اسکریپت رو تبدیل به HTML5 کانویس و یا وب جی ال میکنین، در واقع اونها به زبان جاوا اسکریپت نوشته شده، باید تبدیل به زبان جاوا اسکریپت بکنین اونها رو. یعنی هر انیمیشنی دارید، هر تعاملی که میخواین با کاربر داشته باشین، باید از کتابخونه جاوا اسکریپت ایجاد کنین و در نهایت کد هاتون رو تبدیل کنین تا در مرورگرها خیلی راحت اونها رو بتونن بدون هیچ پلاگینی ببینن. بجز این مشکلی که درون HTML5 وجود داره هیچ مشکل دیگه ای درش وجود نداره و شما خیلی راحت میتونین از اون استفاده کنین. خب حالا چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ ببینید، برای تبدیل پروژه خود به HTML5 من برای فایل میرم و کانورتور رو انتخاب میکنم. در اینجا دو گزینه وجود داره، HTML5 کانویس و یا وب جی ال، که من HTML5 کانویس رو انتخاب میکنم. در اینجا فقط کافیه که شما جایی که میخوان اون رو سیو کنید رو مشخص کنید. مثلا من اینجا اگه بر روی پروژکتم برم میخوام در اینجا سیو داشته باشم کنار پروژه های قبلی. یک موردی که قبلا در همین دوره آموزش خدمتتون عرض کردم پیش فرمتش هست. ببینید این فرمتش هیچ تغییری نمیکنه. اگر شما وب جی ال داشته باشین، HTML5 کانویس داشته باشین، اکشن اسکریپت داشته باشین، هر کدوم از اون A4 ها رو داشته باشید، پیشوند شما FLA هستش. ببینید اسم پروژه من شد My Project HTML5 Canvas FLA. خب من این رو سیوش میکنم. شما میبینید که بذاریم من سنترش کنم بیاد وسط. شما میبینید که خیلی راحت این پروژه مون اینجا به وجود اومد و دو تا وارنینگ به ما داده. داره به ما میگه که اون فونت هایی که ما در پروژه مون گذاشتیم، اگه یادتون باشه من نوشته های داینامیکی رو ایجاد کردم، در اینجا ایجاد کردیم، رو ساپورت نمیکنه. خب این مشکل نداره به خاطر اینکه ما از داینامیک استفاده کردیم و خیلی راحت شما میبینید که خب نوشته های ما وجود داره. قسمت پایینم نوشته که با موفقیت پروژهتون ایجاد شد. خب پس من خیالم راحته، به تایملاینم میرم، میبینید پروژمون همون، هیچ تغییر نکرده. و اگه من پلیو بزنم تمام مواردم دارن اجرا میشن. برای اینکه من بخوام از پروژه HTML5 هم تست بگیرم، روش تست گرفتن همون، یعنی اگر شما کنترل اینتر رو بزنین کار تمامه و شما میتونید در مرورگرتون پروژه خودتون رو ببینید. اما نکاتی قبلش وجود داره. خب بذارین قبل از اینکه من بخوام از این پروژمون خروجی بگیرم و اون نکات رو خدمتتون عرض کنم، یه سری تغییرات دیگه توی پروژمون میخوام ایجاد کنم. اون تغییرات رو من ایجاد کنم و بعد به دنبال این میریم که بخوایم پروژه خودمون رو ازش تست بگیریم. اما یه نکته دیگه که وجود داره، شما دیدین که من الان اومدم و پروژه اکشن اسکریپتم رو به HTML5 تبدیل کردم. در قسمت پایین شما میبینید که یک لایه اضافه شد به این لایه ها. این یه چیز طبیعیه، هر زمان که ما پروژه‌ای رو به تبدیل به یک پروژه دیگه می‌کنی چه اتفاقی می‌افته؟ خب شما خیلی راحت می‌تونید پاک کنین.
چون درش هیچ کاری انجام نداد. خب یک تعامل دیگه‌ای که می‌خوایم با کاربرامون داشته باشیم اینه که یک صفحه شروع داشته باشیم. بعد از اینکه کاربرا بیان و بر روش کلیک کنن، بتونن این انیمیشنی که ما ایجاد کردیم رو ببینن. من یک لایه جدید بذاریم ایجاد کنم و اون رو بالای همه لایه‌ها بزنم. اسمش رو ویلکام می‌خوام بذارم و درونمون می‌خوایم یک ویلکام رو بگیم. من لایه لینک بارم رو بر روش کلیک میکنم. بعد از گرفتن شیف روی آخرین لایه‌ام میرم و اونها رو اندازه یک فریم جلو آوردم. بذاریم بک‌گراندم رو باز کنم. میبینین خب بک‌گراندم چه اتفاقی براش افتاد. خب حالا اون رو میبندم. حالا به فریم اولم میرم که درش هیچ چیزی وجود نداره. بک‌گراندم رو به حالت اول برمیگردونم چون میخوام بالاخره اون بک‌گراندم رو در نقطه اول هم داشته باشم. در این صفحه من میخوام یک ویلکامی رو داشته باشم که ابتدا کاربران بیان بر روی اون کلیک کنن و بعد از اون بتونن انیمیشن من رو ببینن. خب در اینجا میتونم از سمبول هم استفاده کنم و این آیکون ستاره هم رو بیارم. میتونم اون رو کمی بزرگش کنم. خب اینو در اینجا قرار میدم. میتونم کمی بزرگترش کنم و یه تکست هم میخوام اینجا اضافه کنم. یک ویلکام رو میخوام بذارم. خب رنگشو میتونم تغییر بدم. اگه بر روی سلکشن برم رنگش رو میتونم از همین رنگ‌های صفحه انتخاب کنم. در بیرون میرم. میتونم کمی اون رو تیره تر کنم. اونو در اینجا قرار بدم. حالا اگه شما دوباره پلی بزنی میبینید که آیکون شروعی که ما براش گذاشتیم تا انتها داره میبینید. بس من خیلی راحت این رو انتخاب میکنم و اون رو به فریم یک خلاصش میکنم. و حالا اگه من پلی رو بزنم میبینید که بعد از فریم یک انیمیشن ما شروع به کار میکنه. اگر شما فکر میکنید که زیاد در مرکز وجود نداره میتونید به الاین برین، تیکش رو حتما فعال کنید و تغییراتی رو که میخواین بهش بدین. مثلا اگر میخواین چپ بره، راست بره یا در مرکز قرار بگیره میتونین از الاین استفاده کنید که من فکر میکنم یک مقدار اگر در اینجا باشه بهتره. بستگی به نظر شخصی خودتون داره. حالا من برای چی این صفحه رو ایجاد کردم؟ ببینید من میخوام کاربر برای اینکه با ما تعامل داشته بشه توی این صفحه بیاد کلیک کنه و بعد از اون وارد انیمیشن من بشه. چطور میتونم این کار رو انجام بدم؟ از طریق کد نویسی میتونم اون رو درست کنم که در ادامه حتما این رو خدمتتون عرض میکنه. ما میتونیم یه سری تغییرات دیگه هم درون انیمیشنمون داشته باشیم. ببینید زمانی که من وارد انیمیشن میشم از ابتدا نام من وجود داره، همینطور نام دوره آموزشی. بیاین اینها رو کمی جلوتر ببریم. یعنی مثلا اول بذاریم یک مقدار از خط و لوگومون دیده بشه و بعد از اون اسمها نوشته بشه. پس من میتونم خیلی راحت بر روی نیم بیام اون رو جلو ببرم. مثلا میتونم اون رو بر روی 32 بذارم. نام دوره آموزشی خودم رو کمی جلوتر ببرم و مثلا روی 36 قرار بدم. حالا اگه من پلی رو بزنم شما میبینید که قسمتی از خط من کشیده شده، لوگوی من کاملا واضحه و موف کلیپ من در حال حرکته و بعد از اون اسم، یعنی در ابتدا نام من و در ادامه نام دوره ظاهر میشه.